در فصل جدید میخوایم با یک سری نمایش برای سیگنال های خاصی آشنا بشیم. نوشتار سری فوریه یک طرز نمایش برای سیگنال ها هست و شما خواهید دید که اگر سیگنال ها مون یک سری خصوصیت هایی داشته باشن و متناوب باشن، چه پیوسته چه گسسته، اونها رو میتونم با یک نمایشی به نام نمایش سری فوریه بازنویسی کنم. برای سیگنال های پیوسته نمایش سری فوریه همچین شکلی داره. دقت کنید، حدود سامیشن ما از منهای بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت. اینجا یک ترم نمایی مختلط میبینیم، چون ای به توان جی داره پس مختلطه، اکسپوناسری هست و اینجا این شمارنده کار رو مشاهده میکنیم. پس عملا من میتونم الان شرایط رو خدمتتون عرض خواهم کرد. من میتونم سیگنال هایی که یه سری شرایط خاص رو دارن با جمع بی نهایت نمایی مختلط نمایش بدم. به این طرز نمایش میگیم نمایش سری فوریه. توی فصل میخواییم در خصوص چگونگی استخراج این نمایش، خصوصیتاش بحث بکنیم. کاربردهای محصول خودش رو خواهد داشت. این کاربردهاش رو نگه میداریم واسه یکی دو فصل بعد. اصلا چرا انرژی میذاریم روی این موضوع؟ چرا اصلا وارد بحث نمایش سری فوریه میشه؟ چرا به این طرز میخواییم اینها رو نمایش بدیم؟ این چرایش رو نگه داریم واسه یکی دو فصل بعد، اونجا براتون خیلی شفاف خواهد شد. خب بگیریم سراغ شرایطی که باید سیگنال ما داشته باشه تا بتونم براش نمایش سری فوریه بنویسم. اولا سیگنال باید متناوب باشه. نمایش سری فوریه برای سیگنال های متناوب هست. آیا هر سیگنال متناوب پیوسته ای نمایش سری فوریه دارد؟ پاسخ منفی هستش. هر سیگنال متناوب پیوسته ای نمایش سری فوریه نداره. باید سه تا شرط به نام شرایط دیریکلر برای اون سیگنال صد بکنه تا رو بتونیم به طرز نمایش سری فوریه بازنویسی بکنیم. شرایط دیریکلر رو با هم دیگه بررسی بکنیم. شرط یک، دیریکلر به من میگه که سیگنال XT بر روی هر دوره تناوب مطلقاً انتقال پذیر باشد. این جمله رو وقتی میخونم باید اون عبارت ریاضیش رو در ذهنم تجسم بکنم. مطلقاً انتقال پذیر بودن یعنی انتگرال قدر مطلق یا اندازش بی نهایت نشه. مطلق نوشته شده در هر دوره تناوب. پس انتگرال ما در یک دوره تناوب هستش. من اینجا میتونستم بنویسم از منهای تی دوم تا تی دوم. یا میتونستم بنویسم از صفر تا تی. یا میتونستم بنویسم از منهای تی تا صفر. همین ها درسته. منتها چون فرق نمی کنه برای یکی برقرار باشه، برای بقیه بازه ها هم برقرار هست. خلاف این جمله هم درسته. برای یکی از بازه های مثلا صفر تا تی بزرگ برقرار نباشه، برای منهای تی دوم تا مثبت تی دوم هم برقرار نیست. اینو در کلی با این نماد نمایش میدم. یه خط به این فرم تی بزرگ و به این فرم. یعنی هر دوره تناوبی رو شما میتونید در نظر بگیرید. هر بازه دلخواهی که طولش تی ثانیه باشه. مجاز هستید خودتون به دلخواهی این رو انتخاب بکنید. خب اگر شرط یک برقرار نباشه قطعا سیگنال من نمایش سیگنال فوریه نداره. یک سیگنال مثال بزنم که شرط اول دیریکلر رو نقض میکنه، در این شرط اول صد نمیکنه. سیگنال تانژانت تی متناوب هست با تناوب پی، نمایشش رو میبینید به این فرم. کار سختی نیست نشون دادن این که انتگرال از منهای پی دوم تا مثبت پی دوم قدر مطلق تانژانت تا دیتا برابر هست با بی نهایت. کار خیلی سختی نیست. شما باید اون رو بشکنید به دو تا بازه. حالا اینطور جمله رو اصلاح کنم، اینو بنویسید دو برابر انتگرال از صفر تا پی دوم تانژانت تی قرار مطلق رو حذف بکنید.
چون میخوام وقتی قلمونم رو بردارم این منفی رو میخوام مثبتش کنم، یعنی به این شکل در میارم. بعد این مساحت با این مساحت یکسان هست، کافیه از صفر تا پی دوم حساب کنم، ضرب در دو بکنم و این حساب کنید، مقدارش بی نهایت خواهد شد. پس در این شرط یک دیریکت ست نمی کنه، بنابراین همچین سیگنالی نمایش سری فوریه نخواهد داشت. هیچ صحبت هایی که میخواییم در این فصل انجام بدید در این سیگنال ساده نیست. شرط دوم دیریکله، تعداد تغییرات سیگنالمون در هر فاصله زمانی محدود باید کراندار باشه. یعنی سیگنال در هر بازه زمانی محدود مثل یک دوره تناوب تعداد محدودی ماکسیموم و مینیموم داشته باشه. یه سیگنال مثال بزنیم که شرط دوی دیریکله در اون صدق نمی کنه. سیگنال سینوس یک تیوم رو در نظر بگیرید. سینوس یک تیوم متناوب نیست. خودم این سیگنال رو متناوب می کنم. یعنی میگم بازه صفر تا یک تقسیم بر دو پی رو در نظر میگیرم. هر شکلی داشت در این بازه، هر نمایشی داشت، هر ضابطه ای داشت، اینه تکرار میکنم در این بازه یک تقسیم بر دو پی تا دو تقسیم بر دو پی، تکرار میکنم از دو تقسیم بر دو پی تا سه تقسیم بر دو پی و الاخر. خودم یک سیگنال نامتناوب رو به این فرم میتونم متناوبش بکنم. هر سیگنال رو میشه این کار براش انجام داد. خب این تعداد بی نهایت تا ماکسیموم و مینیموم داره. الان در دوره تناوب صفر تا یک تقسیم بر دو پی بررسی کردنش کار خیلی سختی نیست. وقتی تی برابر هست با این انتهای بازه میگیرم سینوس یک تقسیم بر یک روی دو پی، یعنی سینوس دو پی میشه صفر. خب الان تی رو از این یک تقسیم بر دو پی کاهشش بدید. از اینجا نمیخوام شروع کنم، از اینجا شروع میکنم میرم به این سمت. وقتی که این کاهش رو نزدیک میشه به صفر، خب مخرج رو دقت بکنید، این زمان داره به صفر نزدیک میشه. پس یک تقسیم بر صفر برای تغییرات خیلی کوچیکی در تی اعداد خیلی بزرگی ممکنه به خودش بگیره. و میدونم که سینوس هم در بازه منهای یک تا مثبت یک نوسان میزنه. پس وقتی این زمان داره از یک تقسیم بر دو پی نزدیک میشه به صفر، هی داره بالا پایین میشه. چند بار این ماکسیموم مینیموم میزنه؟ وقتی میل میکنه به صفر این میشه سینوس بی‌نهایت. سینوس بی‌نهایت من نمیدونم چه عددی هست، هی داره ماکسیموم مینیمومش ایجاد میشه. پس وقتی دارم نزدیک میشم به صفر، بالا پایین رفتن ها به تعداد بی‌نهایت است. پس در فاصله محدودی مثل یک دوره تناوب تعداد تغییراتش کراندار نیست. پس این سیگنالی که صحبتش انجام دادیم در شرط دو دیریکت ست نمی کنه. همونطور که اشاره کردم هر سیگنال نامتناوبی رو میتونید بردارید در یک دوره تناوب خاصی، این رو میتونید دوباره بیان بکنید. مثلا سیگنال x برابر t به توان دو رو ترسم بکنید، این سیگنال خب قطعا متناوب نیست، یه همچین شکلی داره. میخوام از بازه صفر تا یک این سیگنال رو انتخاب کنم، یعنی این قطعه رو، و بعد هی این رو تکرار کنم از یک تا دو، از دو تا سه، از منهای یک تا صفر، از منهای دو تا منهای یک بلاخر. به این طرح یک سیگنال غیر متناوب رو برداشتم، یه قسمت رو تکرار کردم، واضحه که این سیگنال متناوب است. حالا میتونم صحبت وجود یا عدم وجود نمایش استری فوریه رو برای سیگنال متناوب شده رو بیان کنم. پس این رو در نظر بگیریم، سیگنالی که متناوب نیست رو من میتونم با همچین تغییراتی یک بازش رو بردارم به یک سیگنال متناوب تبدیل بکنم. حالا بعدا ممکنه از این سیگنال رو بیشتر ببینیم. شرط سه دیریکله به ما میگه در هر فاصله محدود زمانی باید تعداد ناپیوستگی ها محدود باشه. علاوه بر اینکه تعداد ناپیوستگی ها محدوده، مقدار هر ناپیوستگی هم باید محدود بشه. خب مثال میخوام در نظر بگیرم که این شرط در اون سه نمی کنه. ایکس رو فرض بکنید. خب
حالا بازی تناوب 0 تا 1 در نظر گرفته شده، تیم ما بین 0 تا 1 دوم برابر هست با 1، تیم ما بین 1 دوم و نصف بازی باقی مونده تا 1 میشه 3 4 برابر هست با 1 دوم، تی در بازی 3 4 در خواهی چی کار کردم؟ از 0 تا 1 رو تقسیم کردم به 2، به دو قسمت 0 تا 1 دوم، یه میجا 1 در باقی مونده بازه دوباره تقسیم بر 2 کردم، یه میجا نصف شده دامنه میشه 1 دوم میشه 3 4 در باقی مونده بازه دوباره تقسیم بر 2 کردم، اینجا میشه 3 4 اینجا میشه 3 4 به علاوه باقی مونده بازه چقدره؟ 1 4 تقسیم بر 2 کنم 1 8 برابر هست با 1 4 دوباره تی از 3 4 به علاوه 1 8 تا 3 4 به علاوه 1 8 به علاوه 1 16 برابر هست با 1 8 و اینو ادامه بدم. تا 1 میخوام ادامه بدم. یک ناپیوستگی الان شما در لحظه 1 دوم میبینید. اینجا ناپیوسته است. از 1 تغییر پیدا کرد به 1 دوم. یه ناپیوستگی اینجا میبینید در لحظه 3 چهارم، یکی در لحظه 3 چهارم به علاوه 1 هشتم، بعدی خب تا برسم به 1 محدود نیست تعدادش، تعداد ناپیوستگی ها نامحدوده. همچنین سیگنالی اگر داشته باشم این سیگنال در شرط 3 دیریکت ست نمی کنه و نمایش سری فوری نخواهد. کافیه در یکی از شرایط صدق نکنه تا من بگم که اون نمایش سری فوری نداره. به عبارت دیگه اگر یک سیگنال نمایش سری فوری داشته باشه، اولین شرطش اینه که متناوب باشه، دومین شرط کلیش اینه که در این سه تا شرط دیریکته صدق بکنه. اگر این اتفاق بیفته من میتونم برای این سیگنال نمایش سری فوری بنویسم. بریم سراغ نمایش سری فوری. سوالی هست این قسمت؟ ما به این طرز نوشتار بگیم نمایش سری فوریه. محتملا شما در درس های دیگه یک نمایش سری فوری دیگه با نوشتار ظاهری متفاوت دیده باشید، در درس ریاضی مهندسی یا مادات دیفرانسیل، بیشتر در ریاضی مهندسی. شما اونجا بر اساس سینوس و کوسینوس میدیدید نمایش سری فوریه رو، یه ضریب بدون از سامیشن داشتید، ضریب ثابتتون یا آفستی داشتید، بعد کوسینوس رو داشتید در فرکانس های مختلف یه ضریبی داشت، سینوس رو داشتید در فرکانس های مختلف یه ضریبی داشت. این نمایش که اینجا مشاهده، این نمایش دکارتی سری فوریه بود، اون درسته، این هم درست است، تفاوتی با هم دیگه ندارن، منتها این نمایش نمایی سری فوریه است و نیاز ندارم سینوس رو جدا کنم، کوسینوس رو جدا کنم، آفستش رو جدا بکنم، همه اینها صرفا ضریبش با یک عبارتی به نام ایندسکی مشخص میشه. شما به سادگی میتونید دو تا نمایش رو به هم تبدیل کنید، کافیه اینو بنویسید کوسینوس که اومگا صفر تی به علاوه جی سینوس که اومگا صفر تی و روابط لازم رو بنویسید، تبدیل های مابین ضرایب سری فوریه این نمایش و ضرایب سری فوریه اون نمایش سینوسی کوسینوسی رو پیدا بکنید. در این درس با نمایش سری فوریه به فرم نمایی سر و کار، چند عدد به کی بدیم؟ داره به من میگه این سری این x رو میتونید نمایش بدید با a اندیس منهای 2 e به توان j منهای 2 اومگا صفر t به علاوه a اندیس منهای 1 e به توان منهای j اومگا صفر t به علاوه k رو بدم صفر، این خواهد شد 1، این همون ضریب ثابت ما هست، آفست ما هست، به کی بدم 1، A اندیس 1، E به توان J اومگا صفر T و الاخر. بی نهایت جمله داریم، هر کدوم از این جملات یک عدد به عنوان ضریب دارن، هر کدوم از این جملات یک نمایش نمایی دارن، این نمایش نمایی تابعی زمان هست و ما به این ضریب JT میگیم فرکانس نمایی. اینجا فرکانس منفی اومگا صفره،
منفی 2 امگا 0 امگا 0 2 امگا 0 3 امگا 0. پس نمایش سری فوریه این هستش که سینا رو میتونیم به صورت ترکیب خطی از نمایی های مختلط نمایش بدیم. ترکیب خطی شما چند تا برای چند تا عدد متغیر ترکیب خطی بنویسید، کافی اونها رو با ضرایب مختلف با همدیگه جمع کنید. این برای ترکیب خطی هستش. این نمایه های مختلط با این اعداد ضرب شدن با همدیگه جمع شدن، این صحبت ترکیب خطی. نمایه های مختلط، نمایه های مختلطی دارید با فرکانس های متفاوت، البته بی نهایت رو با همدیگه جمع کنید XT به دست خواهد آمد. به AK گفته میشه ضرایب سری فوریه یا ضرایب طیفی سیگنال XT و میشه نشون داد که AK رو میتونید با این رابطه استخراج کنید. A&K برابر هست با 1 تقسیم بر T انتگرال در یک دوره تناوب. هر دوره تناوب دلخواهی رو میتونید در نظر بگیرید، هر بازه به طول T رو، خود سیگنال ای به توان منهای JK اومگا صفر T DT. خب اگر بخوام XT رو به فرم نمایش سری فوریه بنویسم نیاز دارم چه چیزهایی پیدا کنم؟ اینکه شمارنده است، که اندیس شمارنده است، پس اینو دارم. متغیر زمان، این متغیر زمان هست برای ما. اومگا صفر رو دارم، بله. اومگا صفر 2 پی تقسیم بر تیه. دوره تناوب رو میدونم، بنابراین اومگا صفر به دست میاد. اومگا صفر برابر هست با 2 پی تقسیم بر تی. J عدد مختلط هستش، نشان دهنده اون اکسپوننسیال رو میدونم، پس این حدود مشخص، سامیشن معلوم. تنها چیزی که مشخص نیست AK هست. شما برای اینکه نمایش سری فوریه رو بنویسید نیاز دارید به AK. AK رو با استفاده از این رابطه میتونم استخراج بکنم. پس وقتی به من گفته میشه که نمایش سری فوریه یک سینا رو بنویسید، همه این چیزهایی که با رنگ سبز هایلایت کردم برای ما معلومه. AK رو باید محاسبه کنم و به نحوی استخراج کنم و جاگذاری کنم در این رابطه تا نمایش سری فوریه این سیگنال استخراج بشه. خب اگر سوالی هست تا این قسمت بفرمایید. بسیار. چند تا مثال ببینیم با هم. خب بریم سراغ سیگنالی مثل سینوس دوتی. ببینیم شرط دیریکلر رو داره. اولا متناوبه، واضح. سینوس دوتی در هر دوره تناوب مطلقا انتگرال پذیر هست یا نه؟ خب سینوسی همچین شکلی داره دیگه. شما یک دوره تناوبش رو بردارید، اون قرار مطلق رو بیارید دورش، این در نصف دوره تناوب این حالت رو دارم، اینم باید مثبتش کنم. بازه که مشتق بگیرید میشه مساحت زیر نمودار حتما بی نهایت نیست، پس شرط دریکلر رو داره. خیلی حساس باشم میتونم دقیقا مقدارش حساب کنم، ولی نیاز ندارم، بازه که در شرط یک سر میکنم. تعداد تغییرات در هر بازه زمانی محدودی کران داره، بله. مثلا یک دوره تناوب در نظر بگیرم، تعداد تغییرات کراندار هست، تعداد ماکسیموم مینیموم شدن بی نهایت تا نیست. هر بازه کرانداری رو در نظر بگیرید، 3 تی 4 تی 10 تی 1000 تی به علاوه نیم ثانیه کراندار این بازه، تعداد ماکسیموم مینیموم رو میتونید بشمارید، بی نهایت تا نیست. پس در شرط دو هم صدق میکنه. در هر بازه زمانی محدود باید تعداد ناپیوستگی ها و همینجور مقدار ناپیوستگی های محدود داشته باشه. کلا ناپیوسته نیست این سیگنال، پس در شرط سه هم صدق میکنه. پس نمایش سری فوریه خواهد داشت. میخوام این نمایش سری فوریه رو استخراج کنم. سیگنال های خالص سینوسی، کوسینوسی و جمع چند تا سینوس و کوسینوس جزو سیگنال هایی هستن که میشه با این انتگرال مقدار AK رو حساب کرد، ولی خیلی انرژی بر و زمان برخواهد بود استفاده از این انتگرال. برخلاف بقیه سیگنال ها، این سینوسی و کوسینوسی ها رو شما به سادگی با نوشتن نمایش سری فوریه
مجهول در نظر گرفتن ذره به سری فوری در ابتدای امر و تطبیق دادن نمایش سری فوری با نوشتار مختلط خود سیگنال میتونید به سادگی استخراج کنید. مثال ببینیم بحث واضح بشه. خب دوره تناوب برابر هست با 2π تقسیم بر اومگا 0 یعنی پی. در نمایش سری فوری من اومگا 0 رو نیاز دارم، پس این نمایش برابر هست با ای به توان جی کی اومگا 0 تی. چند تا جمله رو با هم بنویسیم. ای اندیس منهای 2 ای به توان منهای 4 منهای جی 4 تی به علاوه ای اندیس منهای 1 ای به توان منهای جی 2 تی. کی رو بدم 0 ای 0، کی رو بدم 1 ای اندیس 1 ای به توان جی 2 تی، ای اندیس 2 ای به توان جی 4 تی و الاخر. این نمایش سری فوری است. الان میخوام اینها رو پیدا کنم. ای دو چنده؟ ای منهای دو چنده؟ خب خود سیگنال رو ببینیم. گفتم که رو باید به صورت مختلط بنویسم. میدونم که سینوس اومگا صفتی میشه ای به توان جی اومگا صفتی منهای ای به توان منهای جی اومگا صفتی تقسیم بر دو جی. خب به جای اومگا صفت بذاریم دو، به این فرم میتونیم بنویسیم. این خود سیگناله به من داده شده. اینم که نمایش سری فوری است و نمایش داره. پس این دوتا باید با هم دیگه برابر باشه. قطعا برابرن دیگه. یه XT برابر این سامیشن بی نهایته. پس این عبارت باید با این عبارت برابر بشه. خب اینا رو با هم دیگه یکسان در نظر بگیرم. A0 چند شده؟ اینجا اصلا شما جمله‌ای که اکسپوننسیل نباشه رو نمی‌بینید. ای به توان J2T ضریب 1 تقسیم بر 2J. ضریب ای به توان J2T A1ه. پس A1 برابر هست با 1 تقسیم بر 2J. اینجا این منفی احتمال اشتباه شد. ای به توان منهای J2T ضریبش منهای 1 تقسیم بر 2J. اینجا ضریبش A منهای 1ه. پس A منهای 1 برابر هست با منهای 1 تقسیم بر 2J. ای به توان صفر صفره. ای صفر صفره. ای دو اینطوری بود دیگه. ضریب ای به توان جی چهار تیه. مثلا اینجا ای به توان جی چهار تی ندارم. پس حتما باید ای دو صفر باشه. ای سه ضریب ای به توان جی شش تیه. اصلا وجود نداره اینجا. پس ای شش صفره. ای منهای دو ضریب ای به توان منهای جی چهار تیه. اصلا وجود نداره. پس ای منهای دو صفره. پس میتونم نتیجه بگیرم این جمله برابر با این عبارت ای منهای 1 به دست میاد، این جمله برابر با این عبارت ای 1 به دست میاد، بقیه هر چی ضریب میبینید صفر. یعنی ای کی برای کی های مخالف 1 و منهای 1 صفره، برای کی های 1 و منهای 1 استخراج شد. پس صرفا با نوشتن نمایش سری فوریه و تطبیق دادن اون با فرم مختلط سیگنال سینوسی یا کوسینوسی من قادر هستم نمایش سری فوریه همچین سیگنال‌هایی رو پیدا کنم. اگر به شما گفته بشه که نمایش سری فوریه مثلا کوسینوس رنگ دیگه انتخاب 5 تی رو پیدا کنید، الان بلد هستید چیکار بکنید. اینو می‌نویسید ای به توان جی 5 تی به علاوه ای به توان منفی جی 5 تی تقسیم بر 2 و محاسبات رو پیش می‌برید. اگر به شما گفته بشه نمایش سری فوریه سیگنال سینوس 2 تی به علاوه سینوس 4 تی رو پیدا کنید، بلد هستید چیکار کنید. منتها وقتی دو تا سینوسی با هم دیگه جمع میشه باید بتونید ابتدا دوره تناوب مشترکشون رو به دست بیارید. بعد از اینکه دوره تناوب مشترک به دست اومد اومگا صفر رو حساب کنید، بعد از اون نمایش سری فوریه بنویسید. اگر به شما گفته بشه سیگنال سینوس تی کوسینوس 10 تی رو نمایش سری فوریه‌اش رو بنویسید، حاصل ضرب اینجا. اینو میتونید تبدیل کنید به جمع دوتا سینوسی یا کوسینوسی و وقتی جمع رو دارید میتونید دوباره دوره تناوب مشترک رو حساب بکنید، بعد از اون اومگا صفر رو پیدا کنید، با اون اومگا صفر که پیدا میکنید نمایش سری فوریه رو بنویسید،
ضرایب رو با هم دیگه متناظر قرار بدید. اگر داشته باشید سینوس به توان 2t، دوباره میتونید چیکار بکنید؟ اینو میتونید بنویسید بر اساس کوسینوس به توان 1 منهای 2 کوسینوس 2t تقسیم بر 2. اگر داشته باشید مثلا سینوس تی به توان 2 در کوسینوس تی، شما میتونید این رو بر اساس یک کوسینوس به توان 1 بنویسید، حاصل ضربشون کوسینوس به توان 2 هستش، اون رو میتونید کوسینوس 2 برابر کمان بنویسید، بالاخره این توان 2 ها رو حذف کنید، به صورت جمع چند تا سینوسی و کوسینوسی بازنویسی کنید و بتونید نمایش سری فوریه رو بنویسید. به عنوان تمرین نمایش سری فوریه اینها رو خودتون میتونید محاسبه کنید. همه این سیگنال ها بدون استفاده کردن از این رابطه و با نوشتن نمایش سری فوریه و حالت نمایی این سیگنال ها به دست میاد. میتونید بدون اینکه این ضرب رو تبدیل کنید به جمع، اینو به فرم نمایی بنویسید، اینم به فرم نمایی بنویسید، یعنی به این حالت اینو بنویسید ای به توان جی تی برابر ای به توان منفی جی تی تقسیم بر 2 جی، ای به توان جی 10 تی برابر ای به توان منفی جی 10 تی تقسیم بر 2، ضرب رو انجام بدید، بعد 4 تا احتمالاً 4 تا شما نمایی خواهید داشت. بعد برای این حاصل ضرب دوری تحول مشترک رو حساب کنید، امگا سر رو حساب کنید، نمایش سری فوریه رو بنویسید و بعد با هم دیگه مساوی قرار بدید. پس نیازی نیست که حتماً این ضرب رو تبدیل به جمع کنید. میتونید از نوشتار مختلط استفاده کنید. اینجا هم به همین فرم، اینجا هم به همین فرم. یکی از این دو روش رو میتونید انتخاب بکنید. سوالی هست در قسمت؟ خب، یه مثال دیگه ببینیم. دوری تمام به من داده شده 2، از بازه 0 تا 1 سیگنال من 1، از بازه 1 تا 2 سیگنال من منهای 1. بقیه خب وقتی دوری تمام 2 هستش، یعنی بقیه اینا تکرار میشه. واضحه که در هر سه شرط دیریکته صدق میکنه، مطلقا انتقال پذیره. در یک دوره تناوب تعداد ماکسیموم و مینیمومش در یک دوره تناوب محدود هستش و تعداد ناپیوستگی ها هم در بازه محدود محدود هست، بی‌نهایت نیست. پس نمایش سری فوریه خواهد داشت. تی 2 هستش، پس امگا صفر میشه 2 پی تقسیم بر 2، یعنی پی. نمایش سری فوریه رابطه‌شو دارم، امگا صفر برابر هست با پی. الان همه چیز معلومه، کی شمارنده است، این بتوانه جی کی پی تی، فقط این هست که نامعلومه. این رو میرم سراغ رابطه‌ش. خب ایندیس کی برابر هست با 1/2 انتگرال در بازه به طول 2 هر بازه دلخواه ایکس تی ای به توان منهای جی، اینجا منفی هستید، منفی نوشته شده ولی قاطی شده با جی، منفی رو در نظر بگیر، منفی جی که اومگا صفر تی به جای اومگا صفر پی گذاشتم دی تی. حالا بقیه کارمون محاسبه این انتگرال. شما این بازه رو هر طور دلخواهی بخواید انتخاب بکنید. الان از 0 تا 1 و از 1 تا 2 در نظر گرفته شده، یعنی بازه 0 تا 2 بررسی بکنیم. از بازه 0 تا 2 سینالیستی دو تا حالت داره، یا 1 یا منهای 1. در بازه 0 تا 1 1، در بازه 1 تا 2 منهای 1. پس بشکنم این انتگرال رو به دو قسمت، از 0 تا 1 x من 1، از 1 تا 2 x من منهای 1 جاگذاری شده. بعد محاسبه به انتگراله، شاید یکم انتگرال هم طولانی باشه، باید دقت بکنیم که با دقت کامل و بدون خطا محاسبات رو پیش ببریم. 1/2 در ضریب تی منهای jkp ای به توان منهای jkp تی، تی از 0 تا 1. بریم سراغ این، منهای 1/2 رو نگه دارم، انتگرال این عبارت، منهای 1 رو بردم بیرون، انتگرال این عبارت میشه منهای jkp 1 تقسیم بر منهای jkp در خود اکسپوننسیل از 0 تا 2، تا
رابوزوی رو انجام بدیم، یک دوم سر جای خودش، این عبارت سر جای خودش، حد بالا رو بذارم به جای تی میذارم، این بتوانه منهای جی کی پی، منهای حد پایین رو بذارم صرف میشه یک، منهای یک دومه، ضریب منهای یک تقسیم بر جی کی پی رو دارم. البته این منفی با این منفی حذف خواهد شد، مثبت خواهد شد، این دو منفی اینجا نوشته شده. حد بالا رو بذارم این بتوانه منهای جی کی پی ضرب در دو، منهای یک رو بذارم این بتوانه منهای جی کی پی. خب از این عبارت فاکتور بگیرید یکم ساده کنید به این خواهد رسید. معمولا در انتگرال گیری ها برای همچین سیگنال هایی معمولا یک بازه متوارن اگر انتخاب بکنید نسبت به مبدأ، روابطتون محتملا ساده تر بشه. روابطی که اون آخر بهش میرسید محتملا ساده تر بشه. همین رو در نظر بگیرید. این بار میخوام محاسبات رو اینطور پیش ببرم، بازه به طول دو رو اینجا انتخاب کنم، ببینم چه اتفاق میفته. یه فضای خالی نیاز دارم، بهتره که یک صفحه اینجا بیارم. خب A&SK برابر هست با این بار می نویسم یک دوم انتگرال از منهای یک تا صفر، سیگنال XT در این بازه منهای یک، ای به توان منهای J K اومگا صفر بود P در T DT در این بازه در نظر گرفتم از منهای یک تا صفر، ایکس تی منهای یکه. اولا عبارت داخل انتگرال این عبارت میشه، به علاوه یک دوم انتگرال از صفر تا یکه، ایکس تی یکه در این بازه، این بتوانه دوباره منهای جی کی اومگا صفر تی دی تی. محاسبات پیش ببریم، محتملا یکم اون رابطه آخر از لحاظ نوشتار رو بتونم ساده تر بکنم، ببینیم چه اتفاق میفته. خب منهای یک دوم رو نگه دارم، انتگرال این اکسپوننسیال میشه منهای یک تقسیم بر جی کی پی در خود اکسپوننسیال حدود انتگرال از منهای یک تا صفر، به علاوه بعدی یک دوم رو نگه دارم، انتگرال منهای یک تقسیم بر جی کی پی، این به توان منهای جی کی پی تی، بازه انتگرال از صفر تا یک برابر هست با منفی ها با هم یه هست میشه یک تقسیم بر جی دو کی پی، حد بالا رو بذارم یک، منهای ای به توان به جای تی دارم منهای یک بذارم، با این منفی هست میشه جی کی پی، منهای یک تقسیم بر دو رو با این ضرب کنم جی دو کی پی، حد بالا رو بذارم این به توان منهای جی کی پی، منهای صفر رو بذارم یک. از یک تقسیم بر جی کی دو هم دارم جی کی دو پی این فرم فاکتور بگیرم، از منفیش فاکتور بگیرم، منفی این عبارت رو نگه داشتم، این رو بنویسم این به توان جی کی پی
منفی یک تقسیم بر J دو KP رو نگه داشتم، ضربش بشه این علامت جمع، چون منفی رو فاکتور گرفتم. خب پرانتز رو ببندم، این با علامت مثبت، این منفی با این منفی حذف بشه مثبت میشه، دو برابر این عبارت. پس میتونم بنویسم علاوه یک تقسیم بر JKP. خب الان داخل پرانتز رو نگاه کنید، داخل پرانتز رو میتونم به صورت یک کوسینوسی بنویسم. اینو میتونم تقسیم بر دو بکنم، برای موازنه یه ضرب در دو بکنم، یا این کار معادل این بود که دو رو به جایی که اینجا بنویسید بیارید این دوی مخرجش بنویسید، هر دوتا کار معادل هستن. الان این برابر هست با دو، با این دوه هست میشه، ضریب میشه منهای یک تقسیم بر JKP، داخل پرانتز میشه کوسینوس KP به علاوه این عبارت رو که دارم، یک تقسیم بر JKP. خب از یک تقسیم بر JKP اگر فاکتور بگیرم، ضریبش میشه یک منهای کوسینوس KP. این چیزی که به دست اومد از لحاظ مقدار دقیقا برابر هست با این عبارت، هیچ تفاوتی نخواهد داشت، صرفا طرز نوشتار فرق میکنه. برابر هست یعنی چی؟ یعنی شما کی رو بدید یک، ایرک رو حساب کنید هر عددی باشه، کی رو بدید دو، ایدو رو حساب کنید هر عددی باشه، اینجا هم کی رو بدید یک همون عدد به دست میاد، کی رو بدید دو همون عدد به دست میاد، تفاوتی نداره. ولی خب این نمایش خیلی خلاصه تر و راحت تر و ساده تر هست. حتی میتونم محتملا یه قدم دیگه هم پیش برم، چون حالت خاصی داره داخل پرانتز. شما کی رو بدید یک، این میشه چقدر؟ یک برابر میشه با یک تقسیم بر JP. کی رو بدم یک، کوسینوس پی خواهد شد منهای یک ضرب در دو. پس کی رو بدم دو، ای دو میشه یک تقسیم بر جی دو پی ضرب در کوسینوس دو پی میشه یک، یک منهای یک صفر. کی رو بدم سه، ای سه میشه یک تقسیم بر جی سه پی ضرب در کوسینوس سه پی خواهد شد اما کوسینوس پی، اونم میشه منهای یک، با این منفی میشه مثبت یک، با یک جمع کنم میشه دو. کی رو بدم چهار، دوباره ای چهار برابر میشه با صفر. پس یک در میان داره صفر میشه، دقت بکنید، و یک در میان این ضرب میشه دو. چون اگر یک آنالیز بکنیم خیلی ساده هم میتونیم استنباط کنیم، اگر که یه عدد فرد باشه، کوسینوس عدد فرد در پی میشه منهای یک، یک منهای یک میشه دو، که اگر زوج باشه کوسینوس عدد زوج در پی میشه یک، یک منهای یک میشه صفر. پس میتونم این رو بنویسم یه همچین عبارتی هم. اگر K فرد باشه میشه یک تقسیم بر J KP صورتش دو، اگر K زوج باشه این حاصلش میشه صفر. پس حتی جملات یک در میان هم صفر هستند. سوالی تا این قسمت هست؟ و این نکته دیگه آخر برای همین مثال، شما کی رو صرف بدید چند میگیرید با این رابطه؟ کی رو میتونم صرف بدم؟ در مخرج یک تقسیم بر جی کی پی دارم، کی رو نمیتونم صرف بدم. اینجا هم خب نمیتونیم کی رو صرف بدیم. پس این برای این رابطه برای کی هایی درست هستش که مخالف صفر، چون اینجا من نمیتونم که رو صفر بدم.
دو تا راهکار دارید که رو صفر بدید، یعنی A0 رو میخواید پیدا کنید. دو تا راهکار دارید. A0 حالا اینطور بنویسم که مشخص بشه، اگر A برابر 0 باشه، A0 برابر هست با، چون در این رابطه نمیتونم K رو صفر بدم ولی میتونم حدش حساب کنم، برابر هست با حد این رابطه. وقتی K به سمت صفر میل میکنه صورتم میشه صفر، مخرجم میشه صفر از قاعده هوپیتال اگر استفاده کنم، این برابر هست با حد مشتق مخرج نسبت به کی میشه جی پی، مشتق صورت نسبت به کی یک میشه صفر، مشتق کوسینوس میشه منهای سینوس با این منفی هست میشه پی میاد بیرون، پی سینوس کی پی، و کی رو اگر به سمت صفر میمیدم این میشه صفر. پس ای صفر ما برابر صفر است. این یک روش. یه روش راحت تری هم داریم، پس این روش یک. روش دو، در رابطه جاگذاری کنم A اندی صفر برابر هست با یک تقسیم بر T انتگرال در یک دوره تناوب X T ای به توان منهای J K اومگا صفر T D T. شما اگر K رو بذارید صفر این جمله برابر یک میشه. این ارتباطی به این مثال نداره، این فرمول کلی هستش. در فرمول کلی K رو بدم صفر، این جمله‌ای که الان پاکش کردم برابر هست با عدد یک، پس کلن نمی نویسم. چرا راحت تر شد؟ چون مفهوم این خیلی واضحه. یک تقسیم بر پی، یک تقسیم بر تی دوره تناوب، انتگرال ایکس تی در یک دوره تناوب، یعنی برید سراغ ایکس تی، مساحت زیر نمودار رو در یک دوره تناوب پیدا بکنید، بعد ضرب در یک جمع بکنید. خب این مساحت زیر نمودار در روابط ما خیلی ساده قابل محاسبه کردن هست. مساحت زیر نمودار در یک دوره تناوب، شما اگر دوره تناوب رو اینطوری بگیرید، اینجا یک، اینجا منفی صفر، اینجا بگیرید میشه صفر، اینجا بگیرید میشه صفر. پس در یک دوره تناوب مساحت زیر نمودار برابر است با صفر. بنابراین جاگذاری کنم در این رابطه، این خواهد شد یک تیوم ضرب در صفر، حاصل میشه صفر. روش دوم معمول‌تر هست، معمولا از این روش استفاده میکنم برای پیدا کردن A صفر. یعنی شما انتگرال میگید در یک دوره تناوب، اگر شکل داده شده باشه خیلی ساده است محتملا محاسبه انتگرال، اگر ضابط داده شده باشه هم محاسبه انتگرال کار سختی نخواهد بود، ضرب را یک تیوم میکنید خیلی سریع A صفر به دست میاد. ولی این روش هم همیشه جواب میده، یعنی شما اگر نتونید که ای رو صفر بدید محتملا به عبارت مبهم صفر روی صفر رسیدید، و معمولا استفاده کردن از قاعده هوپیتال موضوع رو حل میکنه و شما میتونید به سادگی A0 رو محاسبه بکنید. خب دوستان اگر سوالی هست بپرسید. سوالی هست؟ خب این حضور غیابی هم انجام بدیم. دوستان که حاضرن عدد یک رو ارسال بکنن لطفا. دوستان که حاضرن لطفا عدد یک رو ارسال بکنن.